درود بر شما. یک پاور گرین هست، GP330A ورژن 2. اینم پاور تستر هست. این ابزار رو میتونید از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری بفرمایید. مخصوص تست پاورهای کامپیوتره. فقط ولتاژ رو نشون میده، جریان کشی رو انجام نمیده. یعنی اگر دستگاه شما ولتاژش درست باشه ولی جریان درستی نده، این دستگاه بهتون نشون نمیده. دستگاه رو به کمک لامپ تست به برق متصل کردم. روشنش کنیم ببینیم ایرادش چیه. صدای فن میده که باید فنش تمیز شه. دقت بفرمایید. 5 ولت استند بای نوشته های، بالا 12 ولت دومی گفته لو هست، 12 ولت اولی 12.4، 3.3 هم شده 3.4. پس فعلا دو تا خطا داره. این خطا روی ولتاژ هستن، مربوط به جریان نمیشه. این ولتاژ خیلی مهمه. خب بریم دستگاه رو باز کنیم. خب این داخل دستگاه. پاورهای گرین یکی از پاورهایی هستن که واقعا تعمیرات مشکلی دارن. قطعات به هم فشرده هستن و حتما باید بورد رو جدا کنید تا بتونید به خوبی قطعات رو ببینید. خب تو همین حالت که بازه یه بار روشنش کنیم. با اینکه میدونم دستگاه اتصال نیست ولی همچنان دارم از لامپ تست استفاده میکنم. اینجا رو نباید لمس کنیم. صدای سوت میده. غالبنی صدای سوت مربوط به خازنه. خب به ظاهر که چیزی مشخص نیست. باید بورد رو خارج کنیم تا ببینیم ایراد کجاست. خب وقتی بورد رو باز کردید اول باید خازنها رو تخلیه کنید با یک لامپ 220 ولت. خب ولتاژی تو خازنها نیست. این سیم آبی رنگ مربوط به ولتاژ 110 ولته. کلن سیم رو خارج کنید. از قاب دیگه جدا میشه. تو این از پاورهای گرین همیشه این بخش سیاه شده. یک مقاومت 1 کیلو هست. این همیشه سیاه میشه ولی نسوخته. یک مقاومت دیگه هم هست. اینجا هست. اینم 1 کیلو. اینم نسوخته ولی ظاهر بدی داره. طراحی اشتباه باعث این کار شده. خب دو تا ایراد داشت. یکی اینکه 5 ولت رو نداشتیم، یکی اینکه ولتاژ 12 کم بود. اگه ولتاژ 12 و 3 کم و زیاد میکنه، دو تا پتانسیومتر اینجاست. پس با اینا میشه تنظیمش کرد. یکی اینجاست، یکی در اونجا قرار گرفته. برای 5 ولت استندبای اینجا یه خازن هست. این خازنی که اینجاست. غالبا این خراب میشه. این ترانس استنبایه، این ترانس پالسه و این ترانس اصلی. باید این خازن رو تعویض کنیم. این هم سنسور گرما هستش. این زیر اینجا قرار گرفته که بهتره بذاریم سر جاش بعد از تعمیر. خب میخوام این خازن رو تعویض کنم. سیم بنفش، سیم استندبای. حالا اگه 5 ولت نباشه چه اتفاقی میفته؟ ما میدونیم تو اینجا از مدارات پا
هاورگود 3 تا ولتاژ 5 ولت میخواد. اولیش ولتاژ استنبایه. دومی 5 ولت مال IC TL494 پایه 14. سومی 5 ولت 5 ولت خروجی. تجمیع اینا رو IC سوپروایزر میشه پاورگود. پس مادربرد کامپیوتر وقتی پاورگود رو تشخیص نده، دستگاه رو اندازی نمیکنه. خب این خازن هست، خازن باد کرده، 470 میکرو 16 ولت. وقتی فرکانس بالا میره نیاز به خازن های ظرفیت بالا نیست، ما میتونیم با ظرفیت های کمتر ولتاژ رو صاف کنیم. این چسبا رو غالبا نمیشه با هیچ شوینده ای پاک کرد. خب ببینم خازن رو دارم یا نه. خب یه خازن پیدا کردم، 1500 16 ولت، 470 نداشتم. حالا این خازن کدومی که ما داریم عوض میکنیم؟ شماتیک پاور گرین فقط یک مدل هست که اونم من تو سایت گذاشتم. این ترانزیست استندبای پاور گرین هست، این ماسفتشه و این ترانزیستوری که در اونجاست، اینم اپتوکوپلر. ما دوتا خروجی داریم، یک خروجی میاد اینجا، ولتاژ تغذیه TL494 از ترانس استنبای، ولتاژ دوم که ما میگیم 5 ولت اینه، از این دیود میاد تو این سلف، از اینجا حرکت میکنه میرسه با IC سوپروایزر پایه 7 WT7510، از همین مسیر میاد اینجا، دقت بفرمایید 470 10 ولت. ما اینجاییم، این خازن رو داریم تعویض میکنیم. تو شماتیک جاش اینجاست، ولی در واقع تو مدار ما این حدود میبینیمش. دوستانی که دوره پاور رو گرفتن به یاد دادن که من این مدار رو به طور کامل تحلیل کردم. خب بریم خازن رو جا بزنیم. یه خط مشکی اون پایینه، یعنی منفی خازن به طرف داخل مدار. این خازن کمی بزرگتره. به این حالت میذارمش. تینرم تموم شده، مجبورم همینجوری تمیز کنم. میخوام سیم ولتاژ رو بهش متصل کنم. روغن لیمای اضافه رو پاک کنید چون باعث سولفات شدن این مسیرها میشه. پاور تستر رو متصل میکنم، همچنان از لامپ تست میخوام استفاده کنم. خب مشکل برطرف نشده، نشون میده که اون خازن نبود، خازن دیگه ای هم هست که ایراد داره. این پتانسیومتر رو میچرخونم، 3.3 ولت رو تنظیم کردم. البته اینجا باید فن متصل باشه، فعلا این تست بکنیم. دوازده ولت یک رو درست کردم، شد 12.1. صدای سوت رو هم داریم، قطع کنم دستگاه رو. سیمای 110 رو میبرم چون اصلا نیاز نیست. ف
فن رو متصل کردم. خب یک بار دیگه میخوام ولتاژ رو بالا ببرم. دوازده و هفت، دوازده و شیش، دوازده و یک. فن باید روغنکاری بشه. کند شدن فن میتونه باعث تغییر ولتاژ بشه. بعدا فن رو هم درست میکنیم. خب دستگاه رو قطع کنم. خازنه ها رو حتما باید تخلیه کنید، بهتون شوک میده. ولتاژ 1.5 ولت تقریبا بیشتر. ولتاژ خروجی ها رو بگیریم. پراپ مشکی رو به منفی خروجی متصل کردم. در اینجا متصل. 3.3 رو داریم. 5 رو داریم. 3.3 ولت. 5 ولت رو هم داریم. 11.96. این سیم قهوه‌ایه. 3.3. حالا ولتاژ پای 12 آی سی رو بگیریم. 17.94. درسته، تا 23 ولت هم میتونه بالا بره. خب دقیق بفرمایید ولتاژ داره پایین میاد، نشون میده خازن داره گرم میشه، ولتاژ رو داره میخوابونه. یه خازن هم در اینجاست، احتمال داره مشکل از این خازن هم باشه. حالا با هیتر خازن های این بخش رو گرم با میدم ایراد از خازنه یا نه. دقت بفرمایید 5 ولت استنبای درست شد، یعنی نشون میده که خازن خرابه. حالا باید اون خازن رو حتما تعویض کنیم. بازم تأکید میکنم خازنها رو خالی کنید تا به شما شوک نده، شوک دردناکی داره. خب صبر میکنم مدار کمی خنک شه، خازن رو تعویض کنیم. خب خازن رو باید تعویض کنیم. کدوم خازن هست؟ این خازن اینجا زیر ترانس پالس هستش، سمت راستش. یه تک خازنه، دوتا اینجا کناره، یکی اینجا. این خازن رو باید تعویض کنیم. با تعویض این خازن به احتمال زیاد مشکل استنبای حل میشه. این خازن جلوی اپتوکوپلر هستش. باید این باشه.
10 میکرو 50 بود. منفی خازن به سمت ترانس استنبایه. فعلا پایه‌هاش رو قطع نمی‌کنم، اول تست کنیم. خب دقت بفرمایید، ولتاژ استنبای شد 5.1. این الان درست. خب برق قطع کنم. یه سوالی پیش میاد، ما میگیم 310 ولت تو این خازن هست، اگر پی اف سی باشه 400 ولت، چرا این لامپا نمیسوزن؟ برای اینکه جریان لحظه‌ایه، دستگاه رو شما از برق کشیدید، وقتی لامپ رو وصل میکنید یک لحظه ولتاژ بالاست و اون نمیتونه لامپ رو بسوزونه و به تدریج ولتاژ کاهش پیدا میکنه. ولی اگر تعداد خازن‌های موازی زیاده، این لامپا دیگه جوابگو نیستن، از لامپ‌های قوی‌تر استفاده کنید. خب پس خطای این مدار دو تا خازن بود، یکی خازن خروجی بود، یکی خازن تو بخش گرم مدار جلوی اپتوکوپلر. خب دقت بفرمایید، جلوی اپتوکوپلر تو بخش گرم یک خازن 100 نانو اینجا هست، تو این شماتیک 100 نانو هست. در مدار ما یک میکرو بود. یک خازن دیگه هم این بالا هست، این سیمپیچر، این مقاومت و این خازن در اینجا موازی هن. این هم مدار RC یا مدار محافظته که یک دیود هم داره، بس میشه RCD برای این ترانس یا این سیمپیچ. خب فن دستگاه مشکل داره، فنم تمیز کنیم. قاب روش رو خارج کنید، فقط چند قطعه روغن داخلش بریزید، نیاز نیست فن رو باز کنید. روغن چرخ خیاطی یا پارافین. دوباره دربریش رو ببندید. اگه وسواس دارید این خاکا رو هم تمیز کنید. الان فن به خوبی کار میکنه. خب حالا مدار رو میبندم. خب مدار رو داخل قاب قرار دادم. مشکلی که رو لاین 12 داشتیم این بود که مثلا یادم رفته بود این 4 پین رو متصل کنم. این 4 پین خط لاین دومه، به قدر سیمای پاور زیاده که من به این دقت نکردم. الان دستگاه روشن میکنم تا ببینیم درست شده یا نه. دقت بفرمایید، ولتاژ استنبای خط 2 12 و اینم خط 1 12. پس این کانکتور باید اینجا متصل میشد که من یادم رفته بود. خب پاور داره به خوبی کار میکنه. من موقع تعمیرات میام چراغی که روی میز کارم هست روشن میکنم به این حالت، ولی این تو ویدیو خوب در نمیاد، به خاطر همین جای گذاری قطعات برام کمی مشکل بود. از بابت لرزش دستم از شما عذرخواهی میکنم. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.